هم باعث میشه که اون شرکت بتونه حاشیه نوآورانه خودش رو همچنان حفظ کنه. خب نوآوری چیه؟ یه تعریف از نوآوری بگیم. نوآوری در واقع نتیجه خلاقیته، یعنی راه حل یه مسئله یا روش استفاده از یه فرصت رو از این طریق میتونیم به دست بیاریم. یعنی که میتونیم بگیم محصول یا خدمت یا فناوری یا فرایند، هر کدوم از اینهایی که عرض کردم خدمتتون، همه اینها برگرفته از تفکر خلاقانه هستند که یه کاربردی رو دارن. ما سه نوع استراتژی رو برای نوآوری شناسایی کردیم که کارآفرین میتونه اونها رو انتخاب کنه. اولین استراتژی، استراتژی تقلیدی نوآوری هست، یعنی ایده گرفتن از یه نفر دیگه که قبلا یه نفر این ایده رو خودش کشف کرده، حالا ما میاییم کسب و کارمون رو حول همین ایده میذاریم. مورد بعد تکاملی نوآوریه، یعنی گرفتن یه ایده و اینکه یه روش رو بخوایم ارائه کنیم برای انجام بهتر کارمون، سریعتر کارمون رو انجام بدیم، یا اینکه انتخابهای بیشتری تو کارمون داشته باشیم. استراتژی سوم انقلابی نوآوری هست، یعنی ایده هایی که موجود هست رو رد میکنه، یه روشی رو برای انجام دادن کارها ارائه میکنه که متفاوت هست با روش هایی که الان تو بازار وجود داره. تبدیل ایده به فرصت ها، میخواییم ببینیم چطوری میتونیم ایده ای رو که به ذهنمون رسیده به فرصت تبدیل کنیم. فرآیندی که از طریق اون کار آفرین ها عقاید تازه ای رو جستجو میکنن، اون رو دنبال میکنن، باعث شکل گیری فرصت های کسب و کار میشه. ما بهش میگیم شناخت فرصت ها. در حالی که خیلی از کارآفرین ها به این شناخت فرصت ها میگن یه لحظه عالی، یعنی یه لحظه ای که یه ایده بزرگ، یه فرصت عالی خیلی راحت به ذهنشون خطور کرده. ایده ها نتیجه پردازش و تفسیر محیط پیرامون ما هستن. شما وقتی که یه محصولی رو یا یه خدمات جدیدی رو از فروشگاهی خریداری میکنید، از اون خدمات استفاده میکنید، یا وقتی که یه تبلیغی رو تو رسانه ها میبینید، تو رادیو، تلویزیون، مجلات، اینترنت، ناخودآگاه به این موضوع فکر میکنید چرا این موضوع به ذهن من نرسید، یا این که میگین که این قبلا به ذهن من اومده بودا. یه همچین تفکراتی اغلب به ذهن همه ما میرسه. اینها همین محرک ها هستن، اینها همین شناخت فرصت ها هستن که از مهمترین و اساسی ترین رفتارهای کارآفرینی هستن و یه نقطه پیوندی هستند که کارآفرین رو با اون فرصت های ارزشمند پیوند میده. فرصت های کارآفرینانه یه سری ویژگی هایی رو داره، مثل معرفی کالا، خدمات، مواد خام، بازار، روش‌های مدیریت یا حتی شکل‌گیری روابط تازه. هر کدوم اینها یه نوعی از فرصت‌هایی هست که سر راه کارآفرین قرار می‌گیره. کارآفرین‌های موفق اونهایی هستند که بتونن این فرصت‌ها رو شناسایی کنن، اونها رو پیگیری کنن و توانایی توجه کردن که مهمترین چیز هست به اون رو داشته باشن. چون اغلب ما اینکه از ایده جا میمونیم این هست که اصلا به اون شرایط توجه نمی کنیم، اما کارآفرین به همه این موارد دقت داره. هوشیاری کارآفرینانه یه واژه‌ای هست که از اون برای تعریف این توانایی کارآفرین ما میایم استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که کارآفرین یه سری از مهارت‌های خاصی رو داره، یه سری مهارت‌های مشاهداتی و شناختی رو داره که از طریق اونها میتونه فرصت‌های خوب رو شناسایی کنه. در واقع همین توجهی که داره، همین مهارت‌هایی رو که داره، یه جرقه‌ای هست برای شکل‌گیری یک نگرش. این همون چیزی هستش که بقیه اونو نادیده می‌گیرن. اگه مالک یه فروشگاه لباس به این موضوع توجه کنه که بگه چرا مشتری‌ها طالب برندها هستن یا طالب سایزهایی هستن که من تو فروشگاهم ندارم، خب میاد با تولید کننده ها یا با طراحاش تماس میگیره، سفارشی رو میده،